درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک میزه گرد دیگه در کنار دوستان هستیم. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. موضوعمون هم که تقریبا همون موضوع رابطه است و درود بر شما. از همونجا شروع کنیم. نگار هستم، دکترای ژنتیک پزشکی و مربی بدنسازی، همچنین مربی اسکی و دیگه نمیدونم. چقدر جالب اینو نگفتی، دکترای ژنتیک پزشکی. خیلی کاره، چه جالب. خب ملیکا. من ملیکام، نقاش و گرافیست، مربی بدنسازی. دارم آخرین روزهای 28 سالگیمو میگذرونم. کیک باز میگرفتیم برات؟ نه، مرداده. آها مرداده، هنوز واسه دیگه. خب دیگه همین دیگه. خیلی عالی. منم مریم هستم، آخرین روزهای 27 سالگیمو. آره، سه روز با هم میگه. جدی؟ چرا با نما؟ سه روز و 362 روز. چه با نما؟ یه سال و هفت روز. یه سال و یه هفت. نه دیگه، از یه سال و هفت. چی میگه؟ چه سوتی دارم، بزن سوژهش کنم. 362 روز من بزرگ کم تر از یه سال. من مربی بدنسازم و فوق لیسانس، نه لیسانس نرم افزار کامپیوتر. خب خیلی هم عالی. موضوع شیرین رابطه، خیلی حرفا میشه در مورد زد و یه سری سوالا هم خودتون مطرح کردید که به مرور میپرسیم، ولی قبل از اینکه اصلا اپیزود شروع کنیم، داستانی که تو تعریف کردی در مورد زندگی مشترکت خیلی جالب بود و خب چون تنها کسی هستی که متأهلی تو این جمع، دوست دارم خودت یه استارتی بزنی و تا جایی که دوست داری داستان رابطه‌ات هم تعریف کنی، چون که جالب ترین چیزی بود که من حداقل شنیدم. درست. خب من از جمله دخترایی بودم که اصولا خیلی سخت میرفتم تو رابطه، حالا کلا بیشتر دوست داشتم تایمم برای خودسازی خودم باشه یا رو خودم کار کنم. دیگه حالا یه برهه خیلی زمانی، گرفتار درس، کار، دانشگاه، دیگه اینا گذشت و اینکه من دیگه حالا تصمیم گرفتم که به طور جدی به افرادی که میان توی زندگیم نگاه کنم. تقریبا میشه گفت 9 سال من و مهدی با هم دیگه یعنی آشنایی داشتیم، با هم دیگه خیلی تایم با هم دیگه گذروندیم، زندگی با هم دیگه نمی کردیم، طبق زیر چتر خانواده در واقع و طبق ضوابط خانوادگی، ولی آپ اند داون زیاد داشتیم، بالا پایین ها رو با هم دیگه خیلی طی کردیم. رابطه همونم در واقع اینطوری بود که ایشون مربی اسکی من بود و من کوهنورد بودم، بعد دیگه جامون برعکس شد، ایشون کوهنورد شد، من شدم مربی اسکی و از اینجا یه پتانسیلی انگار در من و مهدی این شکل گرفت، چون جفتیمون اهل ورزش بودیم، عاشق طبیعت و اینکه دوست داشتیم بتونیم کنار همدیگه یه زندگی درخشان بسازیم. معیارمون بود که بتونیم کمک کنیم پله های همدیگه باشیم که هر دو تایمون با هم بریم بالا، نه اینکه یکی جا بمونه و دیگری به اون صدر در واقع فلات بهترین خودش برسه. اینجوری شد که ما رابطمون هی قوی‌تر شد تا اینکه البته پیشنهاد ازدواج از سوی ایشون از همون سال اول هم بود. من تایم خواستم برای بهداشت روانم، برای اینکه بتونم بشناسمش، برای اینکه بتونم انگار دارم با این فرد زندگی میکنم. من یه در واقع چیزی که ساختم برای خودم این بود که انگار دارم با این آدم زندگی میکنم، به شکل یک فرد گذرا توی زندگیم بهش نگاه نکردم، به شکل فردی نگاه کردم که دیگه انگار دارم یه زندگی رو باهاش سیر میکنم قشنگ، چه از لحاظ روحی، چه از لحاظ معنوی، چه از لحاظ بهداشت روان، اون چیزهایی که من دوست دارم، حتی اون چیزهایی که دوست داریم کنار هم تجربه کنیم، میتونه سفر باشه، میتونه یه خونه دلخواهمون باشه که داشتیم جفتیمون با هم تلاش میکنیم که بسازیمش، که این خودش یه پروسه بود. باز هم این کماکان ما 2 سال خونمون، فقط بازسازی خونمون 2.5 سال طول کشیده و خسته هستیم، ولی وارد خونه که میشیم عشق میکنیم از تیکه تیکه خونه ای که جفتی با هم با نظر هم، با کمک هم دیگه، با مقدار هزینه هایی که با هم گذاشتیم کنار ساختیم گذاشتیمش، یعنی لذت میبریم. انگار این خونه یه خونه ای نیستش که حس یک طرفه نمیده که خونه فقط یک نفر باشه. اون خونه ما اصلا اسمش گرین هاوسه و اینکه تو دیزاینش خیلی اتفاقا سبزم کار کردیم جفتیمونم، یعنی دوست داشتیم کلن
این فضا رو بر هم دیگه بسازیم. دلیلش اینه که اینجوری شد که ما این رابطمون مقدار زیادی طول کشید، ولی من هیچ وقت پشیمون نشدم بابت اینکه این وقت زیاد رو گذاشتم برای شناخت یه رابطه. چقدر قشنگ. چون هر کسی میتونست توی این تایم، به قول خب من خیلی میشنوم از دور و ور، میتونست توی این تایم زندگیشو تشکیل داده باشه، حتی بچه دار شده باشه، حتی تو هزینه های 8 سال پیش 7 سال پیش که خیلی مقرون به صرفه تر بوده زندگیشو شروع کرده باشه و زندگی شکل گرفته باشه. من اونو به شیوه دیگه این 7 سال 8 سال زندگی کردم، فوق العاده مفید بوده که الان ما من میشه گفت ندید، یعنی مثلا اگه مهدی اینو ببینه مثلا میتونه قشنگ توصیف کنه که نگار اینو چه جوری میبینه، چی از این مثلا ماگ انتظار داره، چه کاری براش انجام بده و اینکه توی چه لولی اصلا داره ازش استفاده میکنه. مثلا این ماگ جلو دستیش میشه یا مثلا میشه برای ماگ مهمونش حتی، یعنی تا این چقدر حد. قشنگ دو تا نکته گفتی دوست دارم چون تو اپیزود قبلی بهش اشاره نشده. یکی شما شروع آشناییتون، چون خیلی ها میگن ما کجا با هم آشنا بشیم، شما روی تفریح مشترک با هم آشنا شدید. دقیقا. یه مربی اسکی و یه کوهنورد، یعنی توی تفریح مشترک شما با هم روبرو شدید. پس یکی از جاهایی که ما میتونیم هم آشنا بشیم جایی که تفریح مشترک داریم. یه نکته خیلی قشنگ دیگه هم که گفتی با هم ساختن بود، یعنی رابطه رو شما با هم ساختین. روی یه سری رابطه هست که از بی خوبون اشکال داره، توی اون به نظر من ساختن تعریف نمیشه، اون که هیچی. درست. ولی رابطه ای که بیسش درسته ادامهش باید با هم ساخته بشه، که دقیقا این رو توی زندگیتون انجام دارید. درست. یه سوال دیگه هم ازت بپرسم برم سراغ بچه های عزیز که نشستن خیلی ساکت. مدل ارتباطت هم من دوست دارم بگی، چون یه جورایی لانگ دیستنس میشه، یکم راه دوره. خب دوست داری یا یعنی نه چون نه خود گفتی خیلی جالب بود. درسته. نه ما رابطه همون در واقع اینطور اینجوریه که چون من همسرم مالکاش تهران نیست، جنوب قشمه و تقریبا میشه گفت 20-25 روز ما از هم جداییم. این موضوع مال جدیدن هم نیست، تقریبا میشه گفت هفتمین سالی هستش که از این 9 سالی که من مهدی با هم دیگه در ارتباطیم این نوع رابطه رو داریم تجربه میکنیم. خب این نوع رابطه به نظر من حالا درسته شاید یک سری معایب داشته باشه، بعضی اصلا فکرش هم نتونن بکنن که 20-25 روز طرف اصلا کنارشون نباشه حتی و فقط 5-10 روز، ولی این باز هم بستگی به نگاه خود شخص به شکل رابطه داره، به اینکه شما با تنهایی خودت چقدر میتونی زندگی کنی و چقدر توی اون تایمی که از پارتنرت یا همسرت جدا هستی میتونی روی خودت کار کنی، میتونی با هر پروازی که ایشون میره و برمیگرده انقدر عمیق و دیپ رو خودت فکر کنی که تمام ضعفای اون 10 روزی که شاید اشتباه فکر کردی، اشتباه صحبت کردی یا اشتباه تصمیم گرفتی رو برای یه سری بعدی رینیوش کنی. اینا یه سری مسائلیه که خب شاید از دید خیلی ها فقط ضعف باشه، ولی از نظر من نقطه قوت من رابطه من و مهدی شده، چون بعد از اون 20 روز من و مهدی با یک نگرش جدید دوباره انگار این رابطه ایه که شما 12 بار در سال که هر ماه که ایشون میره و برمیگرده انگار فکر می‌کنید 12 بار در سال با هم از هم جدا شدیم و دوباره به هم دیگه برگشتیم. توی هر رفت و برگشت شما خیلی باز هم میشینی راجع به اون طرف، باز هم فکر می‌کنی، شناخت بیشتر پیدا می‌کنی و اینو در واقع این حالت رو من و مهدی جفتیمون تجربه کردیم، نه فقط من، چون ایشون با اینکه حالا مشغله کاری خودش هم اونجا داره، ولی همین که پرواز میکنه میره میشینه شب اول به من زنگ میزنه میگه مثلا نگار من فلانجا اون موقع اون حرفو بهت زدم، اصلا مثلا منظورم این نبودش که مثلا بخوام مثلا باهات مخالفت کرد، این نظر من بود. حالا باز هم اگر مثلا فکر میکنی مثلا نظریه که توی زندگیمون میتونه کمرنگ تر باشه یا ندیدش بگیریم یا مثلا فکر میکنی خیلی مثلا داره با اون راهبردهای زندگی ما مغایرت داره میکنه، میتونیم تغییرش بدیم. یعنی یه چیزیه که جفتیمون با هم بهش میرسیم. چقدر یعنی قشنگه تعاملی که در تعامله. با هم مسیر شکل میدیم. خیلی جالب بود و این داستان ارتباطت هم شکلگیریش هم نحوه ارتباط فعلیتون خیلی جالب بود. مرسی که در واقع بیانش کردی، به نظرم برای شنونده و بیننده اونم خیلی جالب. من خودم نشیده بودم ارتباط این شکلی. درست. خیلی برام جالب بود که دقیقا همین گفتی 12 بار در سال شما جدایی و
دوباره دیدنم خیلی به نظرم جالبه. خب درود بر شما. بله خب من چی بگم؟ ببین تو دوست دارم از تو در مورد ملاک های انتخاب بپرسم، چون این سوالی که تو تمام اپیزود مطرح میکنه به نظرم توی آدم های مختلف خیلی متفاوته. شاید سوال تکراری به نظر بیاد ولی به نظرم خیلی جالبه. پس باز در مورد تو میخوام برگردم، چون خب تو انتخاب کردی یک سری توضیحات هم دادی دیگه نرفتم تو اون هیته. ملاک های تو برای ورود به رابطه چیه؟ من کلا فکر میکنم که آدما مثل یه پکیج کلی دارن، از هر چیزی واقعا یه درصد قابل قبولی باید باشه. میگه مثلا یه چیزی 100 باشه یه چیزی 2 باشه نمیشه این موضوع. خب اول از همه باید خب ظاهر باشه دیگه، اون حالا اون جذابیت های فیزیکی که واسه من هست مختص من هست خب باید وجود داشته باشه. مثلا بخوام بگم چیزی که خیلی مهمه واسه من اینه که اون شخص واسه خودش احترام قائل باشه، چارچوب داشته باشه و اینکه خودشو بشناسه، بدونه که دقیقاً چی میخواد. اصلا کسی که چارچوب داره خب خیلی کارا رو نمیکنه. من به نظرم آدم امن‌تریه توی یه ارتباط، من بیشتر میتونم روش حساب کنم، خیلی چیز مهمیه واسه من. دیگه موضوع بعدی این که راجع به خانواده‌اش چجوری برخورد میکنه با خانواده‌اش دیگه. میخوام این سوال همینجا بپرسم ازت، بعد بیام این سوال رو بپرسم. تعریف رابطه امن برای یه آدم امن، یک پسر امن برای تو چیه؟ من فکر میکنم پسری که من کنارش بیشتر بتونم خانوم باشم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من پسری که خیلی انرژی مردونش بالاست، پسری که تکیه‌گاهه، پسری که اون احساس امنیت متعهده. مثلا واسه من مهمه که اون پسر به یه چیزی تو زندگیش خیلی متعهد باشه. میتونه حالا ورزشش باشه، میتونه سبک زندگی، یه چیزی وجود داشته باشه که به اون خیلی متعهد باشه اون آدم. جالب که من بتونم یعنی ببینم که این آدم خب یه هدفی داره، تلاش میکنه. پسر که پر تلاشه واسه اهدافش میجنگه، پسر جنگجو واسه من خیلی جذابه و خیلی حس امنیت به من میده. یعنی این کسیه که از نظر تو میشه بهش تکیه کرد. آره. جواب جالب. و میتونه کسی که بتونه یه من قشنگتر از من بیرون بکشه. این خیلی چه قشنگ. اینو توضیح بده یکم. همه آدمایی که ما باهاشون حالا معاشرت میکنیم از ما یه من متفاوت بیرون میکشن، نه اینکه چند شخصیتی باشیم اصلا. نه قشنگ خیلی داری خوب میری جلو، چون دقیقاً در واقع کمک میکنه. حالا من از این واژه بهترین ورژن خودتو بساز خوشم نمیاد، اینجا مجبورم به کار ببرم. ورژن بهتر، یه ورژن بهتر از چیزی که هستیم. مثلا نگار و آقا مهدی واقعا از هم دیگه یه من قشنگتر بیرون کشیدن. این همه مثلا فکر میکنم حتی به کوچیکترین برخوردهایی که با هم دیگه میکنن، اینکه دوست دارن یه جورایی اون ورژن خیلی خوبشون رو به هم نشون بدن. اینم بگم ما اون آدم خب باید انقدر امن باشه که بدون هیچ قضاوتی من بدترین حالتام هم بهش نشون بدم، دوستم داشته باشه بازم، ولی همیشه در تلاش باشم که یه ملیکای بهتر بهش نشون بدم. در واقع کمکت بکنه که تو به چیز بهتری که دوست داشتی در درونت باشی تبدیل بشی. حالا اون هر چیزی میتونه باشه. خیلی قشنگ بود. درود بر تو. اول ملاک‌ها رو یه توضیح کوتاه بده در موردش، بعد بریم سراغ این تعریف آدم امن برات. معیارای من برای من توی رابطه اینه که طرف قابل اعتماد باشه. بعد خب ظاهر مهمه. بعد به نظر من سطح خانواده مهمه. و دیگه چی میتونه مهم باشه؟ واقعا بازم اینا یکم واقعا اینو جدی میگم، ولی من از لحاظ روانی خیلی به آدم رو دقت میکنم. و اینکه اگر مثلا حس کنم یه سری اخلاقای خاصی داره که اصلا نمیتونم اونا رو تحمل بکنم یا به من نمیتونم با شرطات برقرار کنم، اصلا وارد رابطه نمیشه. جواب جالبی بود. یعنی مثلا یک سری تفاوت‌هایی که برات قابل تحمل نیست تو همون اول به عنوان رد فلگ یا خط قرمز میبینی؟ آره دقیقاً. حتی ممکنه توی قسمت آشنایی هم نرم، یعنی اخلاقایی باشه که من حس کنم نمیتونم اینا رو، من هیچ وقت نمیتونم اخلاقا رو درک بکنم. چقدر جالب، چون این به سوال بعدیه رب داره. چنین آدمی هیچ وقت نمیتونه وارد امن باشه اصلا. حالا پس تعریف آدم امن رو بر اساس همین بگو. آدم امن برای من کسی که از لحاظ روانی سالم باشه. واقعا این که بتونم
یعنی بتونه یه نظر 100% در مورد یه مسئله داشته باشه، امروز یه چیزی نباشه، فردا یه نظر دیگه ای داشته باشه در مورد همون مسئله، ثبات داشته باشه. یعنی اون ثبات از نظر تو امنیت میاره. بعد خب من یه سری حریم دارم، یه سری خط قرمز دارم که اون حریم وقتی که تو اون دایره امن من نباشه، تو اون حریمای من نباشه، خط قرمزامو برای، حالا نمیگم خط قرمزای من چیزای بدیه یا چیزای خوبیه، میگم اون آدم یه جوری توی یه خانواده بزرگ شده که براش اونا خط قرمز نبودن. من توی یه خانواده بزرگ شدم که اون مسئله برای من خط قرمز بوده و نمیتونم تحملشون بکنه. خب اصلا نه اون رو اذیت میکنم نه خودم. قشنگ بود، باریکلا. سوال بعدی که میخوام بپرسم، آدم امن رو اتفاقا تو توضیح بده، رابطه خیلی میتونه قشنگ باشه، رابطه امن رو بگو. رابطه هم یعنی این که شما بتونی از نظر من، یعنی چیزی که قبل از این که بخوام آشنایی داشته باشم با مهدی همیشه بهش فکر میکردم، کسی که من بتونم جلوش مثل یک بلور شفاف همونی که هستم باشم، یعنی یه منشور برای من میتونه حتی بعضی وقتا باشه که من یه نقطه بهش بدم و اون بتونه یه دنیای از نور رو تو زندگی من بتابونه، یعنی از یک نقطه من بتونه یه رنگین کمان بسازه برای من، نه اینکه بخواد مثلا فقط توی زندگی من بخواد خیلی چیزی که حالا من عذرخواهی میکنم از اون، یه چیزی هست که خب تو عموم جامعه ما زیاد باهاش برخورد میکنیم، اون محدودیت ها رو بخواد برای من ایجاد بکنه، یکی که من بتونم نه تنها همسرم، رفیقم باشه، که حتی اگر من با کسی توی خیابون راحت صحبت میکنم یا حتی اگه مهمونی حتی میرم، هر اتفاقی که میفته من بتونم با این آدم اینقدر راحت صحبت کنم، یعنی اصلا چیزی نباشه که من بخوام استرس داشته باشم که الان من نباید به پارتنرم الان مثلا فلان موضوع رو صحبت کنم. من اینو حالا شاید برخلاف نظر خیلی از روانشناس ها یا روانپزشکا یا زوج در واقع تراپیست ها باشه، ولی من به این اعتقاد دارم که بهترین، از وقتی که ازدواج میکنین به نظر من باید بهترین دوستتون و قوی ترین و سنگین ترین وزنه زندگیتون همسرتون باشه. اتفاقا خیلی روانشناسا دقیقاً همینو تاکید میکنن براش، یعنی تایید میکنن براش، تاکید میکنن. جان گاتمن که دیگه خب آره، ولی در زمینه این موضوع اصلا یک عجوبه ای در زمینه روابط، خیلی کتاب نوشته. من اصلا یه اپیزود بر اساس صحبت جان گاتمن ساختم که دقیقاً همین بود که شما وقتی میخوای ازدواج بکنی همسرت باید رفیقت باشه، بهترین دوستت باشه. خیلی درست داری میگی. خب این دارم بیشتر در مورد بعضی از در واقع زوج تراپیست‌های ایرانی صحبت میکنم که یه مقداری مثلا میدونی هنوز اون سنت ها رو دارن که مثلا اگر یک زوجی مثلا کنار هم هستن باید اون حریم ها رو حفظ کنن که مثلا طرفشون بتونه اون بهداشت روان رو داشته باشه یا اون حفظ در واقع امنیت رو داشته باشه که طرف من متعهده و داره برای رابطهش و زندگیش فقط توی یک خط با من داره می جنگه، در حالی که شما میتونید تو طول روز تعامل داشته باشید، زندگی کنید، با هزار نفر حتی حالا صحبت میکنید، میتونید حتی با افراد دیگه کافه برید، مهمونی. من حتی برنامه های کوهنوردی 3-4 روزه خودم رو وقتی که همسرم نیست دارم و این هیچ وقت مانع یا مثلا اصلا مانع رابطه خوب ما نشده. آدم امن از نظر من کسیه که من بتونم جلوش خودم باشم، حتی شاید با حتی با تمام مشغولیت‌های فکری که تو طول روز برای هر آدمی پیش میاد، توی ضعیف‌ترین ورژن فرکانسی خودم که حتی شاید خیلی مسائلی که قبلا مثلا فکر می‌کردم بهشون خیلی این مسائل باید تو تاپ هر رابطه‌ای باشه که نه این صحبت، نه اینجوری، نه اونجوری، نه حتی اونها هم قاطیش باشه و شما خودتون رو محک بزنید، رابطه رو بشه محک زد، آقا چند مرده حلاجی داری چیکار، کجای رابطه‌ای؟ آره قشنگ بود، جوابای جالبی بود. این بلور شفاف تو دوست داشتم، اصطلاح جالبی بود. یه جورایی میتونم بگم اون آدم پر پروازت میتونه بشه، نه اینکه بالا تو قیچی بکنه شاید برداشت. خب بریم شما دو نفر سوال بعدی ازتون بپرسم. مسئولیت یه رابطه پذیرفتنش چقدر سخته و آیا مسئولیت یه رابطه رو میپذیریم؟ من اینو اینطوری میخوام جواب بدم. من 18 سالم که بود احساس میکردم که میتونم
مسئولیت رابطه رو قبول بکنه. حالا به خاطر چه میدونم مثلا اون موقع طرز فکر فرق میکرد، عروسی لباس عروس فلان، آدم به اینا فکر میکرد، بعد میگفت فکر میکرد میتونه مسئولیت رابطه رو قبول کنه. بعد 25 سالم که شد اصلا از این موضوع ترسیدم که من نمیتونم، خیلی مسئولیت داره، چه میدونم خرج خورد و خوراک هست، مسئولیت کار هست، زندگی هست، تو باید یه نفر دیگر قبول بکن. 28 سالم که شد احساس کردم، یعنی در واقع الان احساس میکنم که آره میتونم از پس مشکلاتش برمیام. منم فکر میکنم اگه خب اون آدم مناسبی که الان مناسب هم دیگه هستیم اگه باشه آره میپذیرم، ولی به خاطر همین کلا من آدمیم که اصلا از بدقولی خیلی بدم میاد، یعنی اگه تعهدی به کسی بدم مثلا قولی بدم دوست دارم واقعا پای قول و مسئولیتم بمونم، واسه همین تا مطمئن نباشم تا حدودی تو ارتباطم نمیرم. جالب بود. خب تو مسئولیت رو پذیرفتی وسط زندگی مشترکی، ولی تو کشید. آره، ولی میخوام یه جور دیگه سوال ازت بپرسم. مسئولیت های یه رابطه رو اگه بخوای المانی بگی، مثلا چند تا مورد میتونی بگی؟ موردی بگو. مثلا به نظر تو مسئولیت های یه رابطه چیه؟ در مقابل شریک عاطفی شدن چه مسئولیتایی داره؟ خب اولیش به نظر من تعهده. اولیش مهمترینش اعتماد و تعهده. اینکه شما واقعا شب با یک خیال راحت جفتی بتونید شبو بگذرونید، یعنی اصلا فکر خیال این که آی یه زمانی تموم میشه، آی یه زمانی کنار گذاشته میشم، آی مثلا ممکنه فلان کار یا فلان چیز فراهم نشه و طرف کنار من نمونه، این یه فکر وحشتناکه به نظر من که میتونه خیلی آفت خیلی از رابطه های ما باشه الان که اصلا کسی نمیتونه زیاد، یعنی زیاد تو رابطه طولانی مدت میرن تو رابطه ولی تو رابطه طولانی مدت نمیمونن کنار هم دیگه، چون امنیت خاطره رو ندارن. بعد از اون واقعا میتونه رفاقت باشه. اصلا من یعنی نه یک بار نه دو بار شاید صد هزار بار به این رفاقت ایمان دارم که اگر اون رفاقت توی رابطه زوجین نباشه واقعا یا توی یه رابطه نباشه اون رابطه نمیمونه. یعنی شما نگاه نکنید به اون اختلاف جنسیه که من دخترم اون پسره، مثلا اون یه سری وظایف داره من یه سری وظایف دارم، توی اون رفاقت جفتی برابر 50-50 با هم دیگه یک سری وظایف دارین که باید به جا بیارین. هیچ این از نظر منه، یعنی خیلی قشنگ بود اینی که گفتی. یاد اون جمله جان گاتمن افتادم، گفتم اپیزود درست کنم دقیقاً اون اپیزودو یادم اومد که گفته بودم ازدواج‌های موفق و شاد بر مبنای یک دوستی عمیق بنا میشن، و گفتم جمله از جان گاتمن هست. اپیزودو یادم اومد. یه دونه مسئولیت دیگه هم اضافه می‌کنی به این دو تایی که گفتی؟ شما هم میتونید اضافه کنید. آخه توی رفاقت محسوب میشه فکر میکنم این چیزی. ببین اعتماد و تعهده رو میتونیم یه چیز بگو تو رفاقت، حالا بگو میخوام اینم. اینکه بتونن راجع به چیزهای مختلف هم دیگه صحبت کنن، گوش شنوای هم دیگه باشن. خب این خیلی قشنگ بود. تفریحات مشترک حالا واقعا به نظرم خیلی، حرمت به نظرم، حفظ حرمت خیلی چیز مهمیه. یعنی در واقع اون احترام و حرمتی که به هم میذارن برای حریم هم ارزش قائل، این مسئولیتی که ما در بارده پذیرفتن تفاوت‌های هم دیگه به نظرم خیلی خوبه. و یه نکته ببخشید، یه و مسئولیت پذیری، یعنی مسئولیت تمام صحبت ها، تصمیم های گرفته شده توی یه رابطه. این که من بخوام یه تصمیمی بگیرم بعد طرف بخواد بگه چون تو شما اینجوری گفتیم من توی مثلا من این تصمیمو گرفتم، اصلا یعنی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. مسئولیت یه رابطه به عهده واقعا دو نفره، یعنی اگه وقت گذاشتن براش صحبت کردن راجع به هر تصمیم ریزه‌ای، یعنی من خودم چون این من هر تصمیم ریزه‌ای رو که حتی مطمئن بودم 100% درسته باز هم موظف میدونستم خودم که پارتنرم با اون تصمیم خودم آگاه کنم که اون بدونه من دارم چه مسیری رو دارم پیش میگیرم در مقابل اون
شرایطی که الان داریم یا تصمیمی که الان میخواییم بگیریم. قشنگ بود. این جمله هم هست دیگه، میگن کسی پیدا کنید که باش بتونید برید جنگ. درسته؟ آره. آره. من چند روز پیش خوندم. ولی یادم معروفی هم ولی یادم نیست کی گفته بود. توی انجیل مثل این که هستیم. نمیدونم ولی یادم جمله. آره. جمله دیگه هم خوندم چند روز پیش گفته بود خیلی جالب بود. اینم گفتش که ما معمولا دنبال کسی ایم که بتونیم باش پیر شیم، ولی باید کسی پیدا کنیم که بتونیم باش کودک بشیم. چقدر قشنگ، چقدر این قشنگ بود. من نشده بودم. اصلا بذار اینجوری بگم، چون اینو گفتی بذار یکم بازش بکنم. ما تو رابطه‌مون اگه بتونیم کودک بشیم، در واقع اون رفاقت ما رو میاره تو فضای کودکی، میاره تو فضای شادی. دقیقاً. چون وقتی ما بخوایم فقط از فاز بالغ با هم برخورد بکنیم، خیلی جاها رابطه کسل کننده میشه و کسی که ما رو میبره تو فضای کودکی، ما اون شور و هیجان رو میاره بیرون، زندگی رو متعادل میکنه. خیلی مرسی اینو که گفتی، خیلی جالب بود. خب بریم سوال بعدی رو از شما بپرسم. و اونم اینه که از شما دو تا شروع میکنم. اگر اون پسر ایدئال سر راهتون قرار بگیره، آیا به نظرتون شما رو انتخاب میکنه؟ یعنی فکر کنم پسر ایدئاله اصلا کسی که ایدئاله توه سر راهت قرار گرفته. میدونی میخوام چه جوری بگم؟ یعنی آیا خودتون ارزیابی میکنید رفتار و عمل کردمونه؟ ببین خیلی از جاها ما موقعی که میخوایم بریم توی رابطه فقط طرف مقابل رو میبینیم. یه جایی باید دوربین رو عوض بکنیم، بگیم اوکی اصلا آدم ایدئال من جلوم وایساده، این اصلا آدم ایدئال من. آیا خود من همون ایدئاله هستم؟ ایدئالم نمیخوام اصلا باشم. آیا استاندارد لازم برای رابطه رو دارم؟ آیا خودم سلامت روان دارم؟ آیا خودم به ظاهرم توجه میکنم؟ به بهداشتم توجه میکنم؟ به ویژگی اخلاقیم توجه میکنم؟ آیا مسئولیت پذیر هستم؟ میخوام بدونم. دوربین رو برعکس بکنیم. خودتون رو تا حالا از این جنبه نگاه کردین؟ من واقعا این کار میکنم. من سعی میکنم توی قسمت های مختلف خودم کار بکنم و باعث پیشرفت خودم بشم. مثلا پیش میاد توی دوستان باهاشون بحثم میشه، بعد وقتی که بهم میگن که دلیل اون اخلاق اون رفتار بدی که داشتم چی بوده، بعدن میشینم بهش فکر میکنم و سعی میکنم که اونو درستش بکنم و واقعا این کارو میکنم. خیلی سخته چون یه سری چیزا تو هیچ وقت نمیدونستی اخلاق بدته، ولی متوجه میشی آره من واقعا این کارو میکنم. ملکا قطعا. خواهی که اون چیزایی که من توجه میکنم اونم توجه کند، فکر میکنم که آره. میدونی خیلی جاها رابطه ها به مشکل میخورن چون ما همدلی نمیکنیم، خودمون رو جای طرف مقابل نمیذاریم، از دوربین اون مسئله رو نمیبینیم. تو باز به نظرم توی موضوع فکر کنم خیلی بتونی کامنت بدی، چون توی زندگی مشترک مجبوری. حالا قبل زندگی مشترک جاهایی میتونی این کار، ولی دیگه تو زندگی مشترک اصلا مجبوری از دوربین اون آدم نگاه بکنی. یه چیزی ناراحتش کرده، من اینو درک نمیکنم، باید تلاش بکنم درک بکنم. نظر چیه؟ خب ببینید توی زندگی مشترک اصلا انگار این موضوع یه ذره بغرنجتر از زمانی که خودش آدم واسه تنهایی خودشو داره ارتقا میده یا سیقل میده مشخص‌تر میشه. چون در واقع میدونید شما یه دوربین میشید که خیلی ها شاید بیشتر روی یک رابطه یک زوج دقت کنن تا یک نفر که مجرده و تنهاست. دانش اینه که اینجوری میشه که شما مجبورید اون انرژیه رو که برای خودتون میخواید صرفا مثلا خرجش کنید، اینو بیایید بالانسش کنید بین دو نفر، یک انرژی مضاعف بذارید که شاید اون طرف شاید حتی از مثلا من الان روی خودم یه زومی میکنم، فوکس میکنم رو خودم یه سری مسائلو، شاید طرف من انقدر قدرت نداشته باشه، انقدر زوم منو داشته باشه که بتونه اونقدر که من این دیتیل ها رو توی اون طرف مقابل میبینم ببینه. در اینچه اینه که من مجبور میشم به اون هم یک با یک انرژی مضاعف کمک بدم که آینه یه طرف مقابلم هست. من در واقع همیشه به همسرم همینو میگم، یعنی حتی زمانهایی که شاید از دست من دلگیر میشد بابت نظرهایی که بهش میدادم یا مثلا انتقادهایی که ازش میکردم، بهش گفتم مهدی من آینه تو هم، من ایرادهای تو رو به تو نشون میدم، تو میتونی توی من خودتو ببینی و اونها رو درست کنی و من آرزوم اینه که یک نفر باشه که این همین آینه جلوی من بیاد که من بتونم خودم ببینم. چون خیلی سخته که شما خودت همینجوری از سر تا پای خودت رو نگاه کنی و بتونی ایراداتات بدون اینکه تو آینه نگاه کنی متوجه بشی. چقدر جالب. این یه چیزیه که واقعا اگه توی رابطه ها
بهش توجه کنن. یعنی میدونید زندگی همش میتونه سرخوشانه باشه، میتونه همون تو همون فاز کودکی، چون من همون تو همون فاز کودکی در واقع دارم زندگی میکنم، یعنی با هم دیگه همون جوری که ملیکا جون گفت تو همون فاز هستیم، جفتی کودکای درون فوق العاده فعالی داریم و شاید واسه همینم هست که انقدر این رابطه داره راحت پیش میره برای ما. ولی غیر از اون حالا اون فاز و این چیزا، این حالت سرخوشانه، این که شما زندگی از اون بود منفیش همش نگاه نکنی، که میدونی اون ذهن ایرادگی، اون ذهنی که خسته میکنه شما، اون ذهنی که نمیذاره شما واقعیت‌های واقعیت‌های یه رابطه خیلی ساده تر از اونیه که ما وقتی تو رابطه نیستیم داریم بهش نگاه میکنیم. رابطه یه چند تا به نظر من تکنیک اساسی داره که شما اگه اونا رو طی بکنی قرار نیست همش به بنبست دادن بخوره. یه راه روشن، یه راه باز آدم میبینه توی رابطه، اگر که واقعا طرف همونی باشه که شما بتونی اون معیارهای رابطه تو بالانس کنی. یکی رو همونجوری که ملیکا گفت صد نبینی، یکی و دو، همش یه حالت از نرم از 50 به بالا میتونه جواب بده، بقیهش میتونه عشق باشه، میتونه محبت باشه، میتونه اون چیزی باشه که قدرت اینو داره که یک نفر رو تغییر بده. نه اینکه کامل، نمیگم فرهنگ تغییر میکنه، نمیگم یکی که 40 سال با یک مود زندگی کرده میتونه تغییر بکنه، ولی اون عشق اگر که باشه میتونه یک سری چی بگم، یه سری اخلاق ها، چالش ها رو آفرین، مرسی، میتونه یه سری اون چالش ها رو حل کنه، میتونه افراد رو با همدیگه نزدیک کنه. و اینا چیزیه که الان چون اصولا آدم توی رابطه به همدیگه این تایم رو نمیدن که اصلا حتی بخوان چالش هاشون رو با همدیگه شناسایی کنن و خیلی زود از رابطه میان بیرون و نمیمونن که حلش کنن. من موندم 8 سال و حلش کردم. ما چالش داشتیم، نمیگم اصلا هیچ رابطه یا شما بدون چالش پیدا نمی کنین، چون اصلا فرهنگای تربیتی متفاوته با هم دیگه، ولی ما اون چالش ها رو حل کردیم. من برای هر کدوم از اون چالش ها نشستم راه پیدا کردم که باید چه کار کنم و به خودم زمان بدم. جواب جالبی بود. من یه چیز میخوام اضافه بکنم و اونم درک متقابله. یعنی این درک کردن یه جایی به نظرم حتی دوست داشتن مهمتره. چون تو اگه وقتی یک تلاش بکنی که درک بکنی، در واقع داری بهش توجه و محبتتو نشون میدی. جالب بود. خب بریم یک سوال دیگر رو بپرسیم که اینم به نظرم مهمه. بزرگترین ترس توی رابطه چیه؟ من ترس از دست دادم. من میترسم که طرف مقابلم زودتر از من بره. ملیکا تا حدودی فکر میکنم منم اینو دارم، ولی خب یه چیز دیگه هم هستیم که خیلی دوست دارم میشه مورد توجه اون شخصی که باش توی ارتباطم باشم. من در واقع شکست. یعنی چی؟ شکست توی رابطه از نظر من این بود که من بخوام توی یه رابطه پیش برم و چون اصولا آدمی هستم که تمام پل‌های پشت سرم و زمانی که مطمئن بشم خراب میکنم و خیلی محتاطانه و قدم به قدم میرم جلو، ترسم این بود که مبادا که من این مسیری که دارم پیش میرم و تهش به شکست نشه و شکست منجر شه، چون خیلی انرژی براش میذارم. در این زمینه که گفتی در مورد طرحواره ها، حالا قبلش هم این صحبتی داشتیم میکردیم، طرحواره ها خیلی خصوصا طرحواره رها شدگی آدم میتونه یکم روش کار بکنه، نمیشه اینجوری کامنت داده، ولی یه جاهای اون ترس از ترک شدن، رها شدن و کنار گذاشته شدن ممکنه ریشه تو طرحواره های ما داشته باشه که میشه بررسیش کرد. از یه چیز دیگه هم که خیلی میترسم اصولا، حالا شاید چون برام اتفاق افتاده این ترس توی من وجود داره، من ترس از دست دادن منظورم این نیستش که مثلا یه دفعه من بگه خب باشه من خسته شدم دیگه برو، من اصلا از این نمیترسم، این که برای همیشه از دست بدم. مثلا یکی از دلایل این که من خیلی میترسم آدمای زیاد رو نزدیک خودم نگه دارم و سعی میکنم با آدم زیاد ارتباط برقرار نمیکنم، این که
فوت نکنه. واقعا میترسم از اینکه یه نفر بخواد بمیره و من بعدا بخوام براش ناراحت باشم. من انقدر از این میترسم که سمت آدمای دیگه هم ممکنه. آدمای امن دورم خیلی محدودن و روی اونا خیلی حساسم. مرسی که اینقدر صادقانه جواب دادی. بعد اپیزود باید صحبت میکنم، ولی موضوع طرفداره ها رو باید خیلی جدیتر بگیرم، چون یه سری الگوهای ذهنی به خاطر تجربه پیشین در درون ما شکل میگیره که اون الگوهای ذهنی برای ما این رو تداعی میکنه که نکنه دوباره اون تجربیات رو بازآفرینی بکنم. حالا ممکنه عین این تجربه ها رو تجربه نکرده باشه، ولی اتفاقاتی افتاده باشه که چنین برداشتایی نسبت به زندگی و آینده چه پیش میاد. من خیلی میترسم جوری که مثلا اگر تماس میگیرم دوباره جوابم ندن اصلا. خیلی مرسی که اینو گفتی، خیلی نکته جالبیه و این نکته مهمیه که ما ناچاریم بریم گذشته خودمون رو ارزیابی بکنیم. تو چیزی میخوای اضافه کنی؟ من فکر میکنم که به خاطر اینکه بیش از اندازه کمالگرام و میدونم ریشه‌ام از کودکیم این هست، چون یه پدری دارم که از بچگی به من میگفتش که تو خوشگل‌ترینی، تو یه پرنسسی، تو مثلا بهترین دختر دنیایی. این انگار هی تو من بود و واقعا تو خودم توی پادکستات میگی که معمولی بودن مگه چشه. من خیلی دوست دارم یه روز به این برسم. طرفداره معیار سختگیرانه رو اپیزودشو گوش کن لطفا. بعدا اما طرفداره من با شما دوباره صحبت میکنم. با من تو رابطه هست. حالا خب به هم زیاد توجه میشه، هم بر خودسازی نباشه. اون کسی که خب باش تو رابطه هم یه جورایی خب بعد بهم توجه کنه دیگه. یعنی من عادت دارم انگار به این که اینم فکر کنم ایراده. این کسی هم که عادت دارم انگار بهم زیاد توجه شه. ببین یه موقع آدم یه سری انتظارات رو توی ذهنش میسازه، خب که توی دنیای واقعی دریافت نمیکنه. آره همینجوری میگم. واقعیت اینه که آدما هر چقدر هم ما بخوایم ایدئال فکر بکنیم، به مراتب خود ما پایین‌تر از چیزی هستیم که میخوایم باشیم. یعنی من اگه میخوام خودم اینجا نشون بدم، در نهایت شاید اینجا باشم. دقیقا. و اگه انتظارمون از آدم ها اینجا نگه داریم تو ذوقمون میخوره، چون آدم ها اینجا هن. پس باید انتظارتو متناسب بکنی با این موضوع. گاهی ما از کامل نبودن آدم ها نیست که ضربه میخوریم، از انتظار نابجای خودمون از آدم هاست که ضربه میخوریم. انتظاری که میتونیم مدیریتش بکنیم و در حد نرمال نگهش داریم، ولی اون انتظار بالا باعث میشه تو ذوقمون بخوره. خیلی اپیزود جالبی بوده، دوست دارم ادامهش بدم، ولی خب تایم اپیزودامون محدوده. دوست دارم اگه موضوعی دوست دارید به اپیزود اضافه کنید. یه سوالی هم چون خودتون مطرح کردین اینو دوست دارم باز بپرسم. حالا چیزی که خودتون گفتین این که تعریف مردونگی برای شما چیه، یا حالا تعریف مرد برای شما چیه. من این سوالی که خودتون مطرح کردید رو دارم میپرسم، اما میشه به شکل دیگه‌ای هم تغییرش داد، اما حالا به همین صورت خودتون جوابشو بدید، بعد من میخوام کامنتی روش بدم. خیلی تعریفا داره. حالا من خودم سوالم پیشنهاد دادم خیلی جواب مشخصی واسش ندارم، ولی اینو میدونم که مثلا تو سن 18 سالگی میشینم فکر میکنم خیلی تعریف متفاوتی از مردونگی داشتم. الان واقعا تو 10 سال که گذشته خندم میگیره که به اون فکر میکنم، ولی در حال حاضر واقعا به نظرم مردی خیلی مردونه است که تو بتونی کنارش با خیلی راحت یه زن واقعی باشی. این خانمایی که خیلی مردونه میشن، خیلی قوی میشن، خیلی زیاد کار میکنن، از اون حالت زنونگی یه کوچولو خارج میشن، من فکر میکنم به خاطر اینکه یه مرد ضعیف تو زندگیشون بوده و این واسه اینکه اون بالانس انگار انجام شه خیلی قوی تر از اون حالت بوده. تو جوابی که میخوام بدم اینو جواب میدم، بذار بعدش توضیح میدم، چون هر دو حالتش ممکنه، یا حالت هم دقیقا حالت برعکسش ممکنه پیش بیاد. زنانگی ضعف نیست، زنی که من به انرژی مردونه و انرژی زنانه. الان بردی به جوابی که میخواستم بدم. ما هممون انرژی مردونه، هم انرژی مردونه داریم هم انرژی زنانه. ببین همه ما یه بخش مردانه داریم یه بخش زنانه. من دوست دارم کسی که تو زندگی به بخش زنانه رو بیشتر ببینم. باریکلا. ما توی رابطه هامون در واقع بخش های متفاوتمون رو تقویت میکنیم. یعنی یک آدم یک طیفه، یک سری ویژگی های مردانه داره، یک سری ویژگی های زنانه، و اینها در واقع با هم مچ میشه و ما رو رشد میده. من همیشه واسه مراقبت از خودم این انرژی مردانم خیلی بالا بود همیشه. دوستان واقعا یه کسی باشه که با خیال راحت بتونم انرژی زنونم رو بهش نشون بدم، بیشتر یکم فاصله بگیرم. یعنی خودت میشه یه سری جا تکیگاه خودت و اون فرصت رو نمیدی که یا فعال و شرایط برای فرام نمیشه که اون حالت دیگه بیاد بیرون. جواب میدی بهش؟ چون به نظرم کسی که ازدواج کرده بازم ازدواج خیلی به نظرم تأثیر داره.
ببینید به نظر من مردونگی تو اینه که بتونه حامی خیلی خوبی باشه، همون تکیه گاه حامی، و حتی مردونگی میتونه به این باشه که حتی بتونه دایو پرش شما هم باشه. یعنی لازم نیست حتما اون حالت، یعنی میتونه هم حالت داینامیکو داشته باشه مثل دایو پرش، هم میتونه یه تکیه گاه مثل کوه باشه. تو هر دوتا حالتش به نظر من مردونگی میتونه خلاصه بشه، در این حال که باز هم میگم همسرتون رفیقتون باشه. خیلی جواب قشنگی بود. برای من مردونگی این شکلی که دقیقاً یه مخلوطی از تعریف ملیکا و نگاره با یه لحن دیگه، اگر من هم حرفایی که زدن قبوله، ولی برای من این شکلی که یه کوهه که تو میتونی وقتی همه چی داره بهت خیلی فشار وارد میکنه و بری پشتش قایم بشی. یه کوه نرمه. شاید هم یک کوه ورزشگاه، یک کوه عضلایی که بری پشتش قایم بشی. یعنی یه کسی که امنه، یه کسی که میتونی بهش اعتماد بکنی. چه میدونم از دست ملیکا ناراحت هم میتونم در موردش باش صحبت کنم، از دست نگار ناراحت حالا میخواید از دست شما. ولی متوجه شدم، اما میخوام این سه دیگر رو حالا من اضافه کنم به داستان. ببین خیلی جاها توی فرهنگ ما این شکلی جا افتاده که مرد باید تکیه گاه باشه و این باور آره اینه. ببین آکن دقیقا این سری جا مردها باید به زنها تکیه بکنن، به یک سری جا زنها باید به مردها تکیه بکنه. در واقع قشنگترینش تو اون تعریف رفاقت میتونه اینجوری باشه، ما مردونگی و زنونگی رو میتونیم یه جور دیگه تعریف بکنیم. باید همراه و کنار هم باشیم و خیلی جاها تکیه‌گاه هم باشیم و نقش‌های همو به دوش بکشیم. یه سری جاها همیشه مرد نمیتونه تکیه‌گاه باشه، خیلی جا خانم باید باشه. جنسش فرق میکنه، ولی در نهایت برمیگردم به اون نیمه مردانه و نیمه زنانه. ما اگه نیمه هامون رو تقویت بکنیم میتونیم در جاهای مختلف همدیگر رو بالا بکشیم که میشه کلیت صحبتمون. خیلی اپیزود جالبی بود. من خودم نباید از اپیزودی که درست میکنیم تعریف بکنم، ولی خیلی دوستش داشتم، یعنی برای من خیلی تجربه خوبی بود. به همچنین خیلی خوشحالیم که تونستیم واقعا یه همچین اپیزود خوبی رو کنار هم داشته باشیم. مرسی برای من قربونتون، مرسی واقعا برای من جذاب بود. مرسی از تک تکتون. اگه دوست دارید برای جنبندی چیزی اضافه بکنید، اگه نه که اگه دوست دارید دو جنبندی کنید با هر کدومتون جنبندی اگه میخواد داشته باشید. سخن پایانی شما جمله ایدن خوندی دو تا جمله خفن گفتی. من یه صحبت دارم، این که حالا نه همه آقایون، ولی یه سریاشون من میبینم که اصلا واسه خودشون ارزش قائل نیستن. یعنی افتخار میدونن ارتباطای زیادی رو که دارن. به نظر من خیلی اصلا قشنگ نیست اینکه آدم ها قدر خودشون و روحشون و جسمشون رو بدونن و اینکه بدونن دقیقا چی میخوان. به نظر من این خیلی چیز مهمیه. آره به نظر من به همدیگه احترام بذارید خیلی چیز مهمی. هوای همدیگه رو حتی وقتی که توی جمعی هستید که طرف مقابلتون اصلا ممکنه حضور نداشته باشه داشته باشید. و اینکه به نظر من اون کسی که باهاش وارد رابطه میشه، حتی اگر توی ازدواج هم نیستین فعلا، به چشم یکی از اعضای خانوادت بهش نگاه کنی. خیلی فقط این شکلی نگاه میکنن به طرف مقابلشون که خب حالا دوستمه دیگه، حالا میشه حالا نمیشه، به ازدواج میرسه یا نمیرسه. ولی تو اون مدت شما دارین برای هم دیگه زمان میذارین، تایم میذارین، از ممکن حتی از اعضای خانواده به هم دیگه نزدیکتر باشی. به نظر من باید به چشم یکی از اعضای خانواده یه آدم مهم بهش توی زندگی نگاه کنن. خیلی آدم‌ها اینطوری نگاه نمیکنن به پارتنرشون. از خودت ببینی. آره یعنی دقیقاً یه قسمتی از خودته. همونقدر که میتونی، حتما که نباید ازدواج شه، ولی همونقدر که میتونی همسرتو در آینده دوست داشته باشی، به نظر من تو همون دوران دوستیتون هم پارتنرتو باید به همون اندازه دوست داشته باشی، براش احترام قائل بشی، ارزش داشته باشه. من که به نظر من با ملیکا واقعا موافقم که میگه هر آدمی اگه واقعا بر خودش ارزش قائل باشه، هم دوستاشو درست انتخاب میکنه، هم اطرافیانش و هم پارتنرش. جالب بود، مرسی. همدلی و همکاری یکی از به نظر من ارکان اصلی یه رابطه است. اینکه واقعا آدم‌ها کنار هم شفاف باشن و توی رابطه
شما وقتی وارد یه رابطه میشه قرار نیست حتما منفعت طلبی خاصی توش باشه یا قرار نیست حتما موقعیت خیلی خاصی باشه. میتونه صحبت کردن با یه نفر، حتی صدای گرم یک نفر یا کلام شیوایی یه نفر میتونه اونقدر جذاب باشه که یه رابطه رو شکل بده. ولی اگر نتونن کنار هم دیگه واقعا اون خواستشون رو توی رابطه کنار هم به منحصه حضور بذارن که دقیقا چی میخوان از رابطه و از این صحبت هم صحبت و هم نشینی چه نتیجه میخوان برسن، اون رابطه با مخ میخوره زمین. و به نظر من واقعا اون شفاف بودن و مهربونی و عشق تو هر رابطه ای، حالا اصلا هیچ فرق نمیکنه، میتونه این رابطه حتی بین دو تا دختر هم باشه ولی عشق به هم داشته باشن، مهربون باشن با هم دیگه و به چشم واقعا خواهر به هم دیگه نگاه کنن. سوء استفاده آره هم دقیقاً آفرین. وقتی اینها فاکتور گرفته بشه به نظر من میمونه یه محبت نامتناهی که اصلا انقدر ارزشمنده که شما شاید با یک دنیایی عوضش نکنی. وقتی ببینی کسی زیراب نمیزنه یا زیر و رو نمیکشه یا شما توی اون رابطه سالها میمونی، اون رابطه نقطه امن شماست که حتی اگر از کل جهان هم شما ضربه بخوری باز هم دوست داری با همون نفر امنت آروم بگیری و میتونه اون دختر باشه میتونه پسر باشه، هیچ فرقی نمی کنه از نظر من. برای جنبندی به نظر من رابطه کلن چیز قشنگیه، منتها نباید تعریفش رو خراب کنیم با رابطه هایی که زود شکل میگیره و زود تموم میشه بدون هدفی. واقعا میدونید هیچ، نه اینکه هدفم بگم حتما ازدواجه، نه، میتونه هدف یه رابطه فوق‌العاده سالم باشه که بهداشت روان همدیگه کمک کنیم که از آسیب‌های اجتماعی دور بمونیم یا اصلا حتی ترمیم کنیم آسیب‌های اجتماعی که به هر کدوممون تو طول روز کوچیک و بزرگ وارد میشه و اینکه میتونیم به هم واقعا کمک بدیم، دست یاری بدیم، این از همه مهمتره. خیلی قشنگ بود، مرسی. من اینجا من خودم میکنم سلف لاو و عشق به خود قدم اول دوست داشتن طرف مقابله و ما باید اول از همه یاد بگیریم که خودمون رو دوست داشته باشیم. اگه میخوایم رفیق بهتری، پارتنر بهتری توی زندگیمون داشته باشیم اول از همه باید یاد بگیریم که رفیق خودمون باشیم، چون کسی که با خودش دوسته و خودش رو دوست داره هم میتونه پارتنر بهتری باشه و هم میتونه پارتنرش رو بیشتر دوست داشته باشه. مرسی، خیلی اپیزود باحالی بود. دوستان مرسی که تو این اپیزود همراه ما بودین. لطفاً نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هر چیزی که به نظرتون میاد رو مطرح بکنید و امیدوارم که این اپیزود هم براتون مفید بوده باشه. با آرزو بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.